دنیای پس آخر از زمانیه که هیچ انسانیتی توش باقی نمیمونه. گراسیا سلام، امروز میخوام ما فیلم دیواید یا تقسیم محصول 2011 رو ببینیم. یکی از فیلم‌های خوب در زمینه پس آخر از زمانیه. بریم ببینیمش. حواستون به طور کامل صحنه‌های خشنش باشه. با شروع فیلم به نیویورک میریم و یه اتفاق وحشتناک رو شاهدیم. بمب اتمی به شهر برخورد میکنه و همه با بهت نگاهش میکنن. ساکنین یه ساختمون با سرعت طبقه پایین فرار میکنن و وسط راه مقداری از بمب وارد ساختمون میشه و تعدادی از اعضا رو به بین میبره. بقیه‌شون همینطوری میرن پایین. وقتی به زیر زمین میرسن، بالاخره موفق میشن که یه دونه پناهگاه پیدا کنن. پناهگاهی که یکی از اعضای خود ساختمون برای خودش ساخته بوده، ولی خب الان بقیه رو هم راه میده. بازمونده‌ها وحشت زدن و کسی که صاحب اصلی این پناهگاه اسمش میکیو به همشون میگه آروم باشن و به هیچ وجه هم درو باز نکنن که یه مواد رادیواکتیو داخل نیان. میکی هم مدت‌ها پیش برای اینکه یه موقع اتفاق وحشتناکی بیفته خودش رو آماده کرده و این پناهگاه پر از غذا، مواد مختلف، دستشویی و خلاصه هر چیزی که ممکنه مورد نیاز باشه. حالا با بقیه بازمونده‌ها هم آشنا میشیم. شخصیت اصلیمون دختری به اسم ایوا که خیلی هم گوشه‌گیر و اصلا نمیدونه باید چی کار بکنه. مرد دیگه به اسم سم که وکیل هم هستش و خیلی از ایوا خوشش میاد و هی سعی میکنه مخشو بزنه، اما خب ایوا پا نمیده. با بقیه‌شون هم بعداً آشنا میشیم. میکی یه رفتاری داره که کلاً کسی باهاش حال نمیکنه و از اون طرف هم خیلی به خودش اهمیت میده و برا همین دیگران ازش متنفر میشن. مخصوصاً سم که مدام دنبال بیرون رفتن اینجا و هی میکی بهش میگه که فعلاً زوده، خطرناک و باید همینجا بمونیم. چند روزی گذشته و یه بار که دارن با هم صحبت میکنن، میبینن کسی با دستگاه جوش داره در پناهگاه رو میشکنه و میخواد بیاد داخل. فکر میکنن نیروی نجات و خیلی خوشحالن تا وقتی که در شکسته میشه. حالا چند تا سرباز با لباسهای کاملاً ایمنی میان داخل و اسلحه رو سمت بقیه نشونه میگیرن. به زور میرن طرف یکی از اعضای ساختمون که اسمش هم مریلینه و دخترش رو ازش جدا میکنن. حالا اسلحه‌اش رو سمت بقیه میگیرن و میخوان بهشون حمله کنن. همه تو جاهای مختلف پناهگاه قایم میشن. یکیشون داره سمت ایوا میره که یکی دیگه از مردای ساختمون سر میرسه و به طرف حمله میکنه و جونش رو میگیره. از اون طرف میکی هم موفق میشه به یکی دیگه از این سربازا حمله کنه و اسلحه اونو برداره و بره سمت یکی دیگه از سربازا و با شلیک به پشت اون دستگاه اکسیژنش رو منفجر میکنه و جونش رو میگیره. سربازای این پایین تمام شدن، ولی مریلین دیگه نمیتونه دختر خودش رو پیدا بکنه. خیلی سریع هم اطراف در رو با چسب میپوشونن که تا جایی که میتونن رادیواکتیو جلوگیری کنن. همه ترسیدن، نمیدونن چرا سربازا بهشون حمله کردن و یه سریشون موافقن که سری برن بیرون بلکه بفهمن جریان چیه. اما خب میدونن بیرون مواد اتمی خیلی زیاد و ممکنه جونشون رو از دست بدن یا مریضی های وحشتناکی بگیرن. یکی از اعضای ساختمون که اسمش هم جاشه تصمیم میگیره این کار رو انجام بده و لباس اون سربازها رو میپوشه و میخواد خودش رو به جای اونا جا بزنه و از اینجا خارج بشه. نکته عجیب اینه که وقتی درو باز میکنن، میبینن یه راهرو خیلی بزرگ توسط سربازها کشیده شده و انگاری دولت مدت‌ها نقشه ریخته بوده که وقتی این اتفاق افتاد چطوری بتونه اون دخترها رو بدوزه و حالا چه کاری باشون انجام بده. چون غیر ممکنه که بتونن توی یه روز همچین برنامه‌ای بریزن و این راهروهای بزرگ رو بسازن. جاش توشون قدم میزنه و میبینه خیلی هم طولشون زیاده. در آخر به منطقه میرسه که یه سری سرباز دیگه هم جمع شدن و میبینه که کلی محفظه اینجان و کلی دختر مثل همون دختر همسایه‌شون مریلین اینجا حبس شدن و انگاری زندانیان. اینجاست که سربازا متوجه میشن جاش از خودشون نیست و یه دفعه بهش حمله میکنن و با چاقوی کپسول اکسیژن پشتش رو سوراخ میکنن. جاش هم پا به فرار میذاره و به سمت پناهگاه حرکت میکنه. مشکل اینه که کلی هم مواد رادیواکتیو وارد بدنش میشن و در آخر به پناهگاه میرسه. خیلی سریع هم جریان برای بقیه تعریف میکنه و میگه چه چیزی دیده و به مریلین هم میگه دخترتو نمیشه نجات داد. اونا تو جاهای خیلی امنیتی زندانی کردنش. لحظاتی بعد میبینن که سربازها دوباره سر میرسن. منتها این بار داخل پناهگاه نمیان، بلکه از بیرون در اینجا رو کاملا جوش میدن تا دیگه هیچ راه خروجی برای اینا نمونه و همین تو جونشون رو از دست بدن. یه اتفاق دیگه این وسطا داره میفته. یکی دیگه از همسایه‌ها اسمش ایدریانه که ایوا عاشق اون شده و حالا سم که از ایوا خوشش میاد خیلی داره بهشون حسادت میکنه. چند روز دیگه میذره و مشکل جدیدی پیش اومده. جنازه سربازهایی که این پایین مونده دارن بو میگیرن و خب دارن سمها یه خورشون ترشح میکنن که خطرناکه. برای همین هم باید هرچی زودتر از شر اونا خلاص بشن، ولی خب تنها راهشون اینه که یه جوری اونا رو تو قسمت‌های کوچیک تقسیم کنن تا بتونن بندازن توی چاه دستشویی. حالا با یکی دیگه از شخصیت‌های روانیمون هم آشنا بشیم. اسمش بابیو، تو همین ساختمون زندگی میکرده و کلا یه آدم عصبی و بیرحمه. اون کسیه که مسئول تیکه‌تیکه کردن این جنازه‌ها میشه و خب خیلی هم خوب کارشو انجام میده و بعدم با خیال راحت میره پیش بقیه. یادتونه موقع حمله سربازا یکیشون سمت ایوا رفت و یکی از همسایه‌ها نجاتش داد؟ اسم این مرد سیاه‌پوست هم گلوینه و حالا یه بار متوجه میشه که میکی میره توی یکی از اتاق‌ها، مدتی رو اونجا میگذرونه. این بار که تعقیبش میکنه میفهمه انگاری
یواشکی اونجا غذا برای خودش قایم کرده و نمیخواد به بقیه به اشتراک بذارتشون. وقتی هم میکی روبرو میکنتش اون جوابی نمیده. جاش هم که با لباس سرباز رفته بود بیرون، حالا به خاطر موادی که وارد بدنش شده مدام بالا میاره، دندوناش دارن میافتن، موهاش میریزه و حالش اصلا خوب نیست. این هم میفهمیم برادر ایدریان، یعنی همون مردی که عاشق ایوا شده بود، و یه بار بقیه اعتراف میکنه که من فقط رفتم بیرون تا برای خودم و برادرم کمک بیارم، به شما هیچ اهمیتی نمیدم و این خیلی دردناکه که حالا به خاطر شماها دارم این بیماری ها رو پس میدم. مدت دیگه هم میگذره و حالا مریلین با بابی، همون روانی که بدن رو تیکه تیکه کرده بود، وارد رابطه شدن. یه بارم مریلین به ایوا میگه که تو هم باید یکی از این مردا رو برای خودت انتخاب بکنی، چیزی نمونده که اینا به خاطر بی رابطه بودن روانی بشن و خوبه که موقع کسی داشته باشی تا بتونی بهش تکیه بکنی. روز به روز همسایه‌ها با هم بدتر رفتار میکنن، مخصوصا با میکی که فکر میکنن مقصر اصلی همه چیزه و به خاطر اونه که توی این پناهگاه گیر افتادن. گاروین هم که یه بار داره میگرده یه اسلحه شوکر پیدا میکنه که متعلق به میکیه و تصمیم میگیره ازش یه استفاده بکنه. با همون شوکر هم میره تو اتاق میکی و بهش میگه که بهم بگو غذاها و موادتو کجا قایم کردی، همه رو باید بهم بدی و الی به چلیک میکنم. دعوای بینشون شکل میگیره و ایوا هم از سر و صدا یه گوشه قایم شده و داره نگاهشون میکنه که یه دفعه میکی اسلحه میکشه و به سر گاروین شلیک میکنه و جونش رو میگیره. بقیه هم از صدای شلیک سر میرسن و خیلی سری میکیو میبندن و میخوان ازش اعتراف بگیرن تا رمز صندوقی که توش همه چی قایم کرده رو بگه. برای این کارم از هیچ چیزی سرباز نمیزنن، حتی بابی یکی از انگشتهای میکیو میبره و در آخر رمزو ازش میگیرن. توی دری که باز میکنن پر از خوراکی و لوازم مختلف و خیلی خوشحال میشن. حالا میکیو بستنش و یه بار بابی میاد پیشش و با همون انگشتی که ازش بریده بود شروع میکنه به اشغال کردن با خودش. آره، حالا اینکه قد انگشت بوده یا نه رو دیگه من نمیدونم. بعد این اتفاقا بابی روانی و جاشی که تحت مواد رادیواکتیو رهبری بقیه رو به عهده میگیرن که از میکی خیلی بدترن و کلا رفتارشون با بقیه مثل حیوونه. میبینیم که هر ساعتی میگذره انسانیت بین همشون از بین میره و فقط به فکر بقا ان و دیگه هیچ چیزی براشون مهم نیست. نکته دیگه هم اینه که نتونستن با چسب درو درست بندن و برای همین مواد دارن کم کم میان داخل و در نتیجه شم موهای همشون داره میریزه، دندوناشون داره میفته و هی اتفاقای بدتری پیش میاد. تو این گیرو دارم تنها کسایی که هنوز یه خورده انسانیتشون مونده ایوا و دوست پسرش ایدریانن. سم همچنان به جفتشون داره خیلی حسودی میکنه، به حدی که یه بار ایوا خیلی ناراحت و میخواد هر جوری شده از اینجا خارج شه، سم میره طرفش و جای دلداری دادنش شروع میکنه به بوسیدن و میخواد به زور باهاش رابطه داشته باشه که در آخر ایوا هولش میده اون و ازش فاصله میگیره. همونطوری که میلین پیش بینی کرده بود این میل جنسی همشون بیش از حد بالا رفته و حتی یه بار ایوا میبینه که میلین داره با بابی، جاش و سم رابطه برقرار میکنه. کارشون هم فقط به این ختم نمیشه. جاش که فکر میکردیم خیلی خوبه و حالا دیدیم که چقدر روانی شده، یه بار میاد سمت ایوا و میگه من دلم میخواد با تو رابطه داشته باشم و مطمئن باش رو همین روزا این کار رو انجام میدم. میکی هم همچنان بستنشو فقط بهش غذا و آب میرسونن تا زنده بمونه. از اون طرفم چون دیده فقط ایوا و ایدریان بین اینا آدم موندن، هر بار ایوا رو میبینه بهش میگه که منو آزادم کن، یه راه خروج دیگه اینجا هست، من میدونم چطوری میتونیم زنده بمونیم و باید بهم کمک بکنی. اما ایوا هی جلوی خودش رو میگیره تا این کارو انجام نده، چون فکر میکنه که میکی از همشون بدتره. یه چیز دیگه که باید متوجه شده باشید، سم همون وکیلمون که از ایوا خوشش میاد کلا یه آدم خیلی توسری خوره، یعنی حتی میبینه که بابی و جاش چقدر دارن بهش فوش میدن و مدام تحقیرش میکنن، ولی باز خودشو به اونا میچسبونه، مثل یه زالو که میخواد از اونا تغذیه بکنه. برای همینم این بار که میخوان از جنازه اون یکی همسایه‌شون یعنی گالوین که میکی بهش شلیک کرده بود خلاص بشن، جاش و بابی سم رو مجبور میکنن که همچی کاری رو با بدن گالوین انجام بده. البته که هرچی تلاش میکنه نمیتونه و در آخر ایوا میاد جلو و میگه برید من این کارو انجام میدم. حتی دوست پسرش ایدریان هم دیگه کمکش نمیاد و ایوا به تنهایی این کار رو انجام میده. روز بعدی هم به خاطر اینکه ریزش موهاشون خیلی زیاد شده، جاش و بابی تصمیم میگیرن موهای همدیگه رو بزنن و کچل کنن. سکانس دردناک توی اون حس میکنیم جاش و بابی آخرین ذره های انسانیتشون رو با موهای خودشون میریزن. از روز بعدی ایوا تصمیم میگیره که به میکی کمک کنه، چون میدونه تنها راه نجاتش همینه. میکی هم بهش میگه راه خروج دیگه‌مون اینه که از چاه توالت استفاده بکنیم، اگه اونجا رو بشکنیم یه راهی به فاضلاب اصلی و میتونیم از اونجا خارج بشیم. یه اتفاق بعدم اینه که یه بار ایوا متوجه سر و صدای میشه و وقتی به اتاق دیگه میره متوجه میشه که مریلین جونش رو از دست داده. جاش و بابی داشتن باهاش رابطه برقرار میکردن و انقدر بی‌رحم شدن که جونش رو گرفتن. بعد این اتفاق حتی سم هم دیگه به خودش میاد و به ایوا میگه که هر کاری بخوای بکنی من کمکت میکنم. ایوا هم تصمیم میگیره دیگه میکی رو آزاد بکنه و مخصوصا وقتی میفهمه که موهای خودش دارن میریزن دست به کار میشه. به سم میگه که برو تفنگی که بابی قایم کرده رو پیدا بکن، من یه جوری حواس جاش و بابی رو پرت میکنم. سریع هم میره طرف جاش و بهش میگه من ازت خوشم میاد و سعی میکنه اینطوری گولش بزنه. جاش هم میاد طرفش داره میبوستش که میبینیم سم داره دنبال تفنگ بابی میگره که یه رفعه خود بابی سر میرسه. حالا اونم میاد طرف سم و میگه من از تو هم خوشم میاد و میخوام با تو هم رابطه داشته باشم. اصلا
کلا میگم یه وضع شده اینجا. برمیگردیم پیش ایوا و جاش که یه دفعه جاش میگه من از اینکه داری خودت این کارو انجام میدی خوشم نمیاد. دوست ندارم انقدر باهام همکاری بکنی و یه کتک میزنتش. از اون طرف هم سم بالاخره تصمیم میگیره یه کاری برای خودش انجام بده دیگه انقدر تو سری خور نباشه. لگد یه بابای میزنه و پرتش میکنه اونور و حالا اسلحه اونم برمی‌داره و طرفش میگیره. دوباره برمیگردیم پیش ایوا. حالا جاش میخواد به زور کارشو باهاش انجام بده که یه دفعه نگاه ایوا به تیغ روی سینک میفته، اونو برمی‌داره و بدون رحمی به جاش میزنتش و زخمیش میکنه و سری از اونجا به طرف سم فرار میکنه. میبینیم که سم هنوز اسلحه‌شو سمت بابی گرفته و جرأت شلیکو نداره. ایوا هم همینجا سر میرسه، پشت سرش جاش میاد و بالاخره سر و کله دوست پسر ایوا یعنی ایدریان هم سر میرسه. سم نمیدونه چیکار کنه و جاش و بابی روانی میگن تو دوست مایی باید کمکمون بکنی. از اون طرف هم ایوا میگه کار درستو بکن، میدونه اونا عوضیان و یه رفعه سم تصمیم عجیب میگیره. اسلحه رو سمت ایدریان میگیره و به شلیک میکنه به خاطر اینکه به رابطه ایوا و ایدریان حسودی میکرد و میخواد اینطوری تمومشون بکنه. به محض شلیک هم حالا جاش و بابی سمت سم میان و شروع میکنن به کتک زدنش. در آخر هم اسلحه رو سمتش گرفتن که ایوا دیگه انسانیت خودش رو فراموش میکنه. در قوطی رو از زمین برمی‌داره و میدوه سمت بابی و رگ گردن اون رو میزنه. جاش به سمت ایوا حمله میکنه ولی ایوا سریع اسلحه رو برمی‌داره و از اونجا خارج میشه و میدوه سمت میکی. دستای اون رو باز میکنه، اسلحه رو بهش میده و به محض رسیدن جاش میکی طرف اون شلیک میکنه و جونش رو میگیره. البته خب جاش انقدر روانیه که قبل افتادن رو زمین یه فانوس کنارش برمی‌داره و پرت میکنه که باعث آتیش گرفتن پناهگاه میشه. میگه خب وقتی من اینجا قرار نیست زنده باشم چرا بقیه بمونن؟ همه جا داره میسوزه. ایوا میدوه یکی از لباسهای سربازها رو میپوشه و میکی و سم همراهش نمیرن. میکی میگه که من اینجا آخرین امیدم بود و میخوام همینجا جونمو از دست بدم. سم هم خب خیلی زخمی شده و اصلا جون فرار کردن رو نداره. ایوا دست به کار میشه و خیلی سریع با ضربات چکش موفق میشه که روی دستشویی رو بشکنه و میپره توی فاضلاب. از بین اون کثافتا میگذره و رد میشه تا در آخر از سیستم فاضلاب اصلی هم میگذره و به محیط شهر میرسه. شهری که همه چیش نابود شده، هیچ امیدی دیگه توش نمونده و ایوا به افق خیره میشه و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. سوال اولی که شاید جواب نگرفته باشید اینه که چرا اصلا دولت اون دخترها رو داشت زندانی میکرد توی اون محفظه. خب دلیلش اینه که دولت از قبل برنامه اینو ریخته بوده که اگر همچین اتفاقی بیفته، حالا بمب اتم یا هر چیزی که انسانها رو تهدید بکنه، باید آماده این باشه که نسل جوون رو به هر قیمتی هست نگهشون داره. برای همین هم تو محفظه هایی نگه داشته بود که هیچ بیماری نتونه وارد بشه. میخواد که وقتی این رادیواکتیو ها، وقتی این مشکلات تموم شد، نسل جوون بیرون بیان و بتونن انسانها رو ادامه بدن، انسانها منقرض نشن. نکته مثبتی که این فیلم نظرم داره اینه که هر کدوم شخصیت ها به روشی ما نشون میدن که آدم ها توی همچین دنیایی ممکنه چه کارهایی انجام بدن. دنیایی که توش هیچ انسانیتی باقی نمیمونه. رفته رفته میبینیم که جاش، کسی که اول همه قهرمان بود، اومد لباس سربازه رو پوشید، گفت من میرم بیرون کمکتون میکنم، همچین کسی به یه روانی تبدیل شد که اصلا جون دیگران براش هیچ اهمیتی نداشت. یا یکی مثل میکی یه خودخواه شده بود که تا جایی که میتونه سعی میکرد برای خودش غذا جمع بکنه، سعی میکرد خودش رو اولویت قرار بده. یا آدمی مثل سم یه پرسایت خالص بود، یه انگل بودش که خودش رو به جایی میچسبون که براش سود داشته باشه. حتی اون آخرا که حاضر شد رو به ایوا کمک بکنه هم دلیلش این بود که حس میکرد از اینجا بیرون رفتن اولویت اول خودشه و برای همین میخواست کمک ایوا بکنه. وقتی که جون خودش خطر افتاد دوباره خودش رو تغییر داد. مدام دنبال همین جهشه بود تا بتونه یه جای بیشتر از قبل زنده بمونه. شخصیت دیگه مثل ایدریان رو داشتیم. ایدریان و جاش برادر هم بودن. جاش یه روانی اونطوری شد. ایدریان یه آدم بدبختی که حتی اون آخر حاضر نبود کمک ایوا بکنه. یعنی کلاً یه آدم ترسو شده بودش. دوباره بابی رو داشتیم. بابی یه آدم خیلی بی‌رحم بود که از همون اول اصلا انسانیتی نداشت. ولی دیدیم کسی بودش که تا آخر فیلم هم زنده موند. یعنی همین بی‌رحم بودنش بیشتر از همه بهش کمک کرد توی دنیای پس آخر از زمانی. مرلین دوباره یه مصرف کننده بود. یه آدمی که حاضر بود حتی خودش رو هم به دیگران بده بلکه بتونه بیشتر زنده بمونه. یه همچین کسایی مثل مرلین یا مثل سم قطعاً آخرش زنده نمیمونن، چون فقط دنبال منفعت خودشونن. اصلا مهم نیست که چه چیزهایی رو دارن اینجا فدا میکنن. خلاصه که دیوار به نظر میاد که از فیلم‌های خوب این سبکه. امیدوارم خوشتون اومده باشه. پیشنهاداتون رو حتما با هشتگ پیشنهادی بنویسید، همه رو قرار میدم. لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم. روزتون هم گلسی.